بچه ها جونم سلام، من شایانم. امیدوارم که خیلی روز خوبی رو داشته بوده باشید. ما امروز جلسه آخرمون رو با بچه های کلاس ریشه داشتیم، جلسه آخر این ترم، تا اینکه بریم ببینیم جلسه بعدیمون انشالله کی میشه و ترم بعدی، و خب دوباره سعی میکنیم این ویدیو رو با هم داشته باشیم. خب یه سلام دوباره. سلام 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 سلام، شما هم به من سلام میکنید؟ سلام. آب میمونی؟ اوکی اوکی، میمونی با تو هم کار دارم، به تو سلام میکنم. جا میمونی هم داره به شما سلام میکنه، خیلی خوشحاله که یه جلسه دیگه هم با هم هستیم. مگه نه میمونی، تو هم خیلی خوشحالی؟ جا میمونی هم خیلی خوشحاله، من خیلی دوستش دارم دیگه. البته شما اینو همه تون تا اینجا میدونی. خب بچه ها جونم، کی یادشه که هفته پیش چیکار کردی؟ شما هم یادتون اومد؟ هفته پیش ما با هم دیگه یه نقاشی کشیدیم، یه نقاشی قشنگ، یه مورچه کشیدیم، بعد با هم دیگه رنگش کردیم، بعد تعداد پاهاشو شمردیم، تعداد شاخکاشو شمردیم، یه چند تا کلمه جدید شاید یاد گرفتیم. خیلی جلسه خوبی بود مگه نه؟ چون میمونی فکر کنم یاد اون موقع افتاده که من نقاشی میکشیدم دستمو خط میزد بعد میخندید. میگه بله. خب بچه جون، هفته پیش من ویدیو رو با یکی از بچه ها داشتم میدیدم، همینجور که دیدیم و دیدیم و دیدیم رسیدیم به اونجایی که بادکنک ها رو داشتیم باد میکردیم. بچه ها بادکنک میشه چی به انگلیسی؟ بلون. خیلی هاتون شاید میدونستین بادکنک، بلون. داشتیم بادکنک باد میکردیم، من گفتم چه بادکنکی باد کنیم، چه رنگی باشه؟ گفتیم سبز. بعد یه بادکنکی باد کردیم که بعدن یکی از بچه ها به من گفت که این که سبز نیست، این آبی روشنه. گفتم ای راست میگی، واقعا رنگش به آبی روشن نزدیکتره. آبی روشن بچه ها تو انگلیسی میشه بهش گفت light blue. light یعنی روشن، blue یعنی آبی. چی شده؟ میمونی چرا میخندی؟ شما میمونی نمیدونم چرا میخنده، شما میدونین چرا داره میخنده؟ من نمیفهمم چرا میمونی، چرا میخندی؟ من فهمیدم چی شد. میمونی میگه که شایان این دفعه تو خرابکاری کردی، باد کنن که آبی روشن رو گفتی سبزه. داره میگه که تو شایان خرابکاری میمونی. باشه اینو بخونیم با هم امروز. بچه ها امروز راست میگه، من خرابکاری کردم، من اشتباه کردم تو ویدیو قبلی، از همتون عذر میخوام. بس اون بادکنک سبزی که ما نشون دادیم سبز یعنی نبوده دیگه، آبی روشن بوده. باشه این شعرم پس با هم دیگه این دفعه برای من میخونیم، این دفعه من شایان خرابکارم. خب میمونی بخونیم. میمونی خیلی حال کرده ها که ما اینجا اشتباه کردیم. بخونیم بچه ها جون، شما هم اگه دوست داشتید با ما بخونید، با هم دیگه بخونیم، اینجوری قشنگترم میشه، باحالترم میشه. آماده ای میمونی؟ خب بریم. من شایان خرابکارم، ولی شما رو خیلی دوست دارم. من شایان خرابکارم، ولی شما رو خیلی دوست دارم. شایانی ما هم تو رو دوست داریم، شایانی ما هم تو رو دوست داریم. آره ما هم تو رو خیلی دوست داریم.
آره ما هم تو رو خیلی دوست داریم. ممنونم میمونی. بچه منم خیلی خوشحال شدم. آدم وقتی که فکر میکنه خرابکاری کرده بعضی وقتی یکم ناراحت میشه، قصه میخوره، ولی بعد وقتی دوستاش، کسایی که دوستش دارن، آدمای دیگه بهش میگن که نه اشکالی نداره، قبولش میکنن همون جوری که هست، میگن خوبه، خیلی خوشحال کننده و دلگرم کننده است واقعا. مگه نه میمونی؟ میمونی هم اینو خیلی خوب میفهمه. بچه جون خیلی خوب، آهنگ میمونیمون هم که خوندیم با خود میمونی. خب بچه جون یه آهنگ دیگه هم ما هفته پیش خوندیم، کیا یادشونه؟ آره یه آهنگ جدید کوچولو با هم دیگه تمرین کردیم، آهنگ زنگ نقاشی. گفتیم میریم سر زنگ نقاشی، میریم سر زنگ نقاشی. بعد میمونی گفت او اه ای اه لا لا لای لای لای، او اه ای اه لا لا لای لای لای. من میگم اون آهنگرم یه بار با هم دیگه بزنیم که این توی ذهن شما باشه، اگه دوست داشتید بخونید، اگه دوست داشتید با ماموناتون هم میتونید تمرین کنین. بعد بریم ببینیم این جلسه میخوایم چیکار کنیم. موافقی میمونی؟ میمونی آهنگ زنگ نقاشی رو دوست داره. بچه ها آهنگش چجوری بود؟ درسته؟ میریم سر زنگ نقاشی، میریم سر زنگ نقاشی. بعد میمونی میگه حالا همه با هم دیگه بخونیم، همه با هم. سر زنگ نقاشی، میریم سر زنگ نقاشی. چه وقتی که او ا ای اش رو میخونید میتونید ادای میمونی ما رو هم درارید. وای بچه میمونی خیلی ذوق میکنه. اینم آهنگ زنگ نقاشیمون بود. خب بچه ها جون من فقط مورچه ای هم که کشیدیم رو دوباره نشون بدم که شما بیشتر یادتون بیاد که هفته پیش چی کشیدیم. کوچولوش هم آها این مورچه بود بچه ها. خیلی مورچه قشنگی بود، با بچه ها با هم دیگه کشیدیمش. میمونی خیلیشو میمونی کشید، من یکم فقط کمکش کردم. با بچه ها با هم با میمونی رنگش زدیم و شد مورچمون، که مورچه بچه ها میشد چی به انگلیسی؟ انت. ان انت یعنی یه مورچه. بچه ها جون این دوتا مورچه خیلی قشنگی هم که اینجا میبینید و ویونا برامون فرستاده. این اولیش خیلی قشنگه، اینم دومیش که چقدر شبیه مورچه‌ایه که ما هفته پیش کشیدیم. و بچه های عزیز، مامان بابا های عزیز، اگر دوست دارید میتونید نقاشیاتونو یا کاراتونو از طریق اینستاگرام به صورت دایرکت برای من بفرستید، من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم اونا رو نشون بدم. خب حالا امروز میخوایم چیکار کنیم؟ بذارید من بزرگ شم. من دوباره مانم سر جم. بچه ها جون خب هفته پیش این بالونا رو که باد میزدیم من اشتباه کردم، میمونی گفتش اشتباه کردی، آهنگ شایان خرابکار رو برای من خوندیم این دفعه. بعد میمون گفتش که من رنگا رو خیلی خوب بلدم و میمونی واقعا بلدی، گفتش که آره یک دوتاش هم درست گفت وقتی که من ازش میپرسیدم خوب بلد بود. یه چیز عجیبی گفت من.
داره میگه که من حتی نمیخواد نگاه کنم که رنگ بادکنک ها رو حدس بزنم، میتونم فقط دست بزنم بهشون و بگم چه رنگی هن. ما باور میکنیم بچه ها، نمیدونم. ای بازم میگه من میتونم این کارو بکنم، پیشگویی میکنه مثل این که میمونی. آره این شاید نمیدونم یه سایکیک ابیلیتی داره، مثلا توی انگلیسی بهش میگن سایکیک ابیلیتی، یعنی مثلا قدرت ذهن خوانی داره میمونی شاید. شون میگه من خیلی مغزم خوب کار میکنه، خیلی اینکه داره برادم. باشه میمونی جون، بذار امتحان کنیم. پس میخوایم ما چشاتو ببندیم بعد بادکنک ها رو بدیم دسته، تو به اینا دست بزنی بگی که چه رنگی هم. باشه خب، پس بذارید بچه ها من یه چشمند دارم ببندیم به چشم میمونی، ببینیم که میتونه حدس بزنه یا نه. آماده ای میمونی جون؟ اوکی، این چشمند، چشاشو خوب میبندم، بعد خب بچه ها خوب بسته شده چشاش، نمیتونه ببینه دیگه، درسته؟ خب حالا ما توی کلاسمون که امروز بودیم، من به بچه ها میگفتم بچه ها شما یه رنگ رو به من بگید که من اون بادکنک اون رنگی رو اگه داشته باشم بهش نشون بدم دست بزنه و بگه به همون میمونی چه رنگیه. آماده ای میمونی؟ من منتها گوش میمونی رو اینجوری میگرفتم که بچه ها وقتی به رنگ رو میگفتن این میمونی نشنوه رنگش رو، بعد از روی شنیدن حدس بزنه. خب خب حالا من گوشش رو میگیرم، شماها رنگا رو بگید، من رنگا رو میدم بهش، ببینیم که میتونه با چشم بسته هم حدس بزنه یا نه. میمونی آماده ای؟ اوکی. خب بچه ها اول چه رنگی بهش بگیم؟ چه رنگی؟ زرد؟ باشه، فکر نمی کنم شنیده باشه، بذارید بهش یه زرد بدم. خب میمونی بیا، این اولین بادکنکه، میتونی بگی چه رنگیه؟ درست حد زد، گفت زرد. میمونی چجوری حد زدی اینو؟ شاید شانسی بوده، میخواد یه دونه دیگه بهش بگیم. بادکنک زرد و یا یلو بلون رو درست حد زد. خب چه رنگی بهش بدیم دفعه بعد؟ بذار من گوشش رو بگیرم بگی. آها چی؟ قرمز؟ قرمز بچه، قرمز راستی رنگ مورد علاقه اسکار هم هست تو کلاس ما، قرمز بهش میدم. صبر کنید. خب بادکنک قرمز اون پشت بود، آوردمش. آماده ای میمونی؟ بیا. بازم درست حد زدی؟ قرمز؟ قرمز هم درست حد زدی بچه ها. قرمز یا رد توی انگلیسی. میگه قرمز رو که همه میدونن، منم هم بلد بودم، خیلی هم خوب حد زدم، ولی بچه ها چجوری داره این کارو میکنه؟ میدونم یه بادکنک دیگه بدیم، شاید اینو نتونه حد بزنه، شاید کم کم بتونیم پی ببریم که چجوری این کارو میکنه میمونی. خب بچه ها من گوشاشو بگیرم، بادکنک بعدی من میگم همونی رو بهش بدیم که من دفعه پیش اشتباه گفتم، نظرتون چیه؟ اوکی نمیشنوی چی میگی میمونی؟ اوکی پس من همونو بهش میدم. میمونی آماده ای؟ بچه ها گفت آبی روشن این دفعه، واقعا چطور ممکنه؟ یعنی اینم بلد بود میمونی؟ بچه ها این رنگی بود که من دفعه پیش اشتباه کردم، گفتم بهش سبز، ولی
یکی از بچه ها به من تذکر داد، گفتش که این بیشتر شبیه آبی روشنه. من اومدم اینجا خودم هم یه نگاه کردم و دیدم که در واقع این آبی روشن خیلی خوبه، میتونیم بگیم آبی روشن، میتونیم هم بهش بگیم فیروزه‌ای، که توی انگلیسی هم بهش میگن ترکویز. ترکویز یه جور سنگ قیمتی یا جمه، توی انگلیسی به سنگای قیمتی میگن جم. پس اینو میتونیم بهش بگیم یا آبی روشن یا لایت بلو، و میتونیم بهش بگیم فیروزه‌ای یا ترکویز. همه اینا درسته. درسته میمونی؟ میگه من همه اینا رو میدونستم. باشه. خب بادکنک بعدی رو بچه چی بهش بدیم؟ میمونی این چه بادکنک نیست، این شکم منه. میگه آخه شکمت خیلی شبیه بادکنکه. راستم میگه بچه شکم من یکم شبیه بادکنکه. باشه میمونی، خب شکم منو میخوای بگو چه رنگیه. اینم بچه درست گفت، گفت سبز. سبز این دفعه بچه لباس من راست میگه، سبزه. یا توی انگلیسی گرین، سبز. یه من این رنگا رو خیلی خوب بلدم، خیلی مسلطم به همه اینا. بچه یه رنگ دیگه هم بهش میدیم دیگه، تست نهایی که بفهمیم چی، شاید بفهمیم چه جوری این کار رو میکنه. میگه همه رو میتونم حدس بزنم، اصلا نمیخواد اینا هیچ کدوم من ببینم. باشه رنگ آخر بیا میمونی، این چه رنگیه؟ بچه چشاشو باز میکرده، چشاشو باز میکرده. بچه میمونی میگه آره آره چشامو باز میکردم یواشکی، فکر میکردم متوجه نشید، فکر میکردم که اینجوری میتونم قانعتون کنم که من قدرت‌های ذهنی قوی دارم. آره میمونی؟ باشه اشکالی نداره میمونی جونم. اینم بچه یه بازی قشنگه، انگار که میمونی داشت ادای کسی رو در میورد که مثلا میتونه بدون دیدن بگه بادکنک چه رنگیه. میمونی از این بازی ها خیلی دوست داره. خب میمونی جون اشکال نداره، حالا این بادکنک آخرم میگی به اون چه رنگیه. بذار من چشم‌بنده تو درارم. آها خب بذارمش اینجا. خب بچه بادکنک آخرم ببینیم چه رنگی بوده. میمونی دیگه نمیخواد ادا در بیاریم، چشات بازه. آره راست میگی. اوکی خب این چه رنگیه؟ بچه میمونی گفت صورتی یا پینک. صورتی یا پینک که درسته، خیلی خوب گفت میمونی. خب باری کلا میمونی. میمونی بچه ها داشت پیشگویی میکرد برامونا، ولی فهمیدیم که یواشکی اینجوری چششو میداده بالا نگاه میکرده رنگا رو. خب بچه ها جون پس امروز چیکار کردیم؟ امروز یه سری رنگا با کمک میمونی با هم دیگه دوباره تمرین کردیم و یاد گرفتیم. و اینکه دوباره من بگم امروز آخرین جلسه این ترممونه و امیدوارم که دوباره ترم بعد برگردیم با کارهای متنوع دیگه، سازهای دیگه، نقاشیهای دیگه، حتی شاید کارهای دستی دیگه که ممکنه با هم انجام بدیم. کار دستی بچه ها، کار دستی میشه چی تو انگلیسی؟ مثلا میتونیم بگیم هندیکرافت. هندیکرافت میشه مثلا کار دستی، چیزی که آدم خودش توی خونه میتونه درست کنه. خیلی خوب این برنامه‌مون هم تموم میکنیم بچه جون اینجا با هم. خیلی دوست داشتم که پیشتون بودم، خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که شما هم این کلاس ها رو دوست داشته بوده باشین، لذت برده باشین. در ادامه این من دوباره یادم نره از بچه های کلاسمون امروز پرسیدم، گفتم دوست دارید
نمایشه بچه‌هایی که میافتن یا فال گایز رو که براتون میذارم بعدش، و بیشتر بچه‌ها گفتن که دوست دارن. در نتیجه من یه کلیپ فال گایز یا بچه‌هایی که میافتنم دوباره بعد این خواهم گذاشت. ولی برای امروز و این ترم من و میمونی ازتون خدافظی میکنیم. خدافظ. میمونی میگه بچه‌ها زود برگردید که دلمون تنگ میشه. پس خدافظ فعلا. خب بچه ها جونم سلام دوباره. کلیپ آدمایی که میافتن یا فال گایز، این دفعه میخوام خودمون چیزی که دوست دارم رو درست کنم. خب بچه ها جون، من چه رنگی دوست دارم؟ بیایید بریم برای رنگ زرد. و چه پترن یا چه در واقع طرحی رو براش انتخاب کنیم؟ اول بدون طرح بذاریم. او بچه ها من گرگ خیلی دوست دارم. گرگ، یا به انگلیسی بهش میگیم وولف. گرگ یا وولف تو انگلیسی. بذار پاهاشم پاهای گرگی بذارم. به به کلش که کله گرگی شد. بذار یه دونه هم از اینا پاش کنیم که دیگه خیلی خوشگل و استایلیش بشه. خب بریم ببینیم امروز چی کار میکنیم. خب مرحله اول بچه اسمش از رولان. رولان یعنی این که بچرخ تا بچرخیم. یه سری دایرن که اینا میچرخن، ما باید سعی کنیم از روی اینا رد بشیم بدون این که بیفتیم. پس رولان، بچرخ تا بچرخیم. همه آماده؟ میریم که شروع کنیم. برو گرگی. شیره
اوراق شیری. اوه آفرین، یه نفر دیگه فقط مونده بچه ها. الان تموم میشه، هر کی الان رد چه بازی تموم میشه میره مرحله بعد. بالا سمت راست رو نگاه کنی، اینم به عنوان نفر آخر. آفرین. چلو دو نفر کوالیفاید شدن، یعنی این مرحله رو پشت سر گذاشتن رفتن مرحله بعدی. حالا ببینیم که مرحله بعدی چی برامون انتخاب میشه. بچه ها مرحله ها به صورت رندوم یا تصادفی انتخاب میشه، یعنی ما خودمون نمیدونیم که چیه و انتخاب نمی کنیم، بازی یکی رو برای ما انتخاب میکنه. خب مرحله بعدی اسمش هست دیزی هایتس، یعنی ارتفاعاتی که آدم سرش توش گیج میره. میتونیم اسمشو بذاریم ارتفاعات گیج کننده. ارتفاعات هم یعنی بلندی، یعنی مثلا یه کوه یه بلنده مثلا میتونیم بشنیم ارتفاعات جاهایی که اوه تا اینجا کار جلو رفتیم. خوب کارو ببینیم میتونیم خوب جا خالی بدیم یا نه بچه ها. آخ رفت دماغ رو. اینم میشود رفت بچه ها. بریم بریم بچه ها، فکر کنم نرسیدیم این دست. نرسیدیم. ای وای گرگی الان میفته. آخ گرگی خدافز. خب بچه جون این دفعه هم زود باختیم، فقط یه مرحله رد کردیم، ولی اشکالی نداره دوباره هفته بعد میتونیم امتحان کنیم. پیام امروز من هم اینه که پریا جون، دریا جون، دلمون تنگ شده براتون، انشالله دوباره تو ترم بعد ببینیمتون. بچه ها خیلی این ترم به من خوش گذشت، دوستتون دارم. خدافظ. خدافظ. میمون تو هم میخوای خدافظی کنی؟ خدافظ.